دیروز در بغداد، نجف و بصره هزاران نفر در حمایت از سخنان اخیر آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعه آن کشور، به خیابان‌ها آمدند و خواستار پایان بخشیدن به فساد دولتی، اختلاس و مجازات مقام‌های دولتی مسئول شدند. و من الخطوات الاساسیه للاصلاح. آیت الله سیستانی روز جمعه در پیامی خطاب به حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفت او باید موضع سرسختانه تری در قبال سوء مدیریت و سوء استفاده های گسترده مالی بگیرد. در این جمعه ما از حیدر عبادی نخست وزیر می خواهیم که اصلاحات را همین حالا و به سرعت آغاز کند و سخنرانی امروز رهبر مذهبی ما نیز در همین رابطه بود و اگر او به سخنان رهبر ما بی‌اعتنایی کند آن وقت ما شیوه های دیگری از جمله نافرمانی مدنی را در پیش می گیریم. حیدر عبادی ماه گذشته وعده کوچک کردن دولت، پایان بخشیدن به جنگ‌های فرقه‌ای، افزایش اختیارات مقام‌های محلی و بررسی مجدد پرونده فسادهای مالی را داد. اما بسیاری وعده‌های او را تخطی از قانون اساسی دانسته و معترضان در بصره می‌گفتند اقدامات او تأثیری در زندگی مردم عادی که در شرایط سخت زندگی می‌کنند نخواهد داشت. ما اینجاییم تا به تمام دولت عراق اعتراض کنیم، دولتی که همه اقداماتش ناموفق بود. آیا هیچ کشوری تا این حد بی برنامه دیدید؟ نه برنامه برای صنعت داره، نه برای کشاورزی. همه کارخونجات از کار افتادن، نفتم که روز به روز بی ارزش‌تر میشه. نارامی های اخیر در پی قطع گسترده و مکرر برق در ماه گذشته آغاز شد، اما به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و معترضین خواستار محاکمه مقام های فاسد دولتی شدند. اعتراض ها منجر به برکناری مدحت محمود رئیس دیوان عالی کشور شد و حالا آیت الله سیستانی میگوید قدم بعدی اصلاح سیستم اقتصادی عراق است. بابک شایی، صدای آمریکا.